سلام و شب شما بخیر. با آماج امشب خوش آمدین. افغانستان پیمان راهبردی با ایالات متحده آمریکا را قبل از نشست شیکاگو امضا می کند. رئیس جمهور افغانستان می گوید که کلیات پیمان میان افغانستان و آمریکا در دو ماه پیش رو امضا خواهد شد، اما جزئیات پایگاه نظامی آمریکا در افغانستان تا یک سال دیگر نهایی خواهد شد. در نخست همکارم بشیر احمد قاسانی با گزارش. رئیس جمهور کرزی در مراسم بزرگداشت از روز زن گفت افغانستان پیمان راهبردی خود با آمریکا را پیش از نشست شیکاگو به امضا می‌رساند، که در سند ابتدایی این پیمان شرایط مربوط به پایگاه‌های نظامی آمریکا وجود ندارد. در این قرارداد استراتژیک مسئله تسهیلات نظامی افغانستان که آمریکا از استفاده کنه، پایگاه‌های افغانستان که آمریکا از استفاده کنه نمی‌باشد. فقط چوکات عمومی پارتنرشپ یا همکاری های استراتژیک افغانستان و امریکا را امضا میکنیم. باز یک سال دیگه وقت میگیریم تا به دقت چگونگی استفاده پایگاه های افغانستان توسط امریکا، چگونگی استفاده تسهیلات نظامی افغانستان توسط امریکا و ای که در بدلش اونا چی میتن و ما چی میتیم، اونا چی مسئولیت میداشته باشیم، ما چی مسئولیت میداشته باشیم، چی تعداد اسکرشان در پایگاه هاشان میمونن، اونا در افغانستان چی نقص میداشته باشن، آیا بیرون میرن نمیرن، در تربیت اسکر ما چطور نقصی، تمام مسائل است که باز در ظرف یک سال آینده سرش بحث میکنیم. وقتی که به توافق رسیدیم بزرگ به منفعت هر دو کشور، منفعت افغانستان و منفعت اونا رو طبعا اونا بحث میکنن، بزرگ امضا میکنیم. در همین حال رئیس جمهور کرزی میگوید پیش از امضای پیمان راهبردی با آمریکا توافق درباره چگونگی عملیات‌های شبانه میان دو کشور ایجاد خواهد شد. همزمان با این رئیس جمهور کرزی از پرداخت هزینه‌های مالی نیروهای امنیتی افغانستان از سوی جامعه جهانی پس از سال 2014 سخن میزند. اینها میرن، آمریکا میره، با هم یک قرارداد استراتژیک امضا میکنه که دو قرارداد تنها بر اسکر ما 4 میلیارد دلار میتونه. خواهرها برادرها، بازسازی و دیگه که پاش آلایده است، 4 میلیارد دلار اینا میتن، 500 میلیونش خود ما میدیم. در همین حال دکتر عبدالله عبدالله رئیس ائتلاف ملی افغانستان از امضای پیمان راهبردی با آمریکا استقبال میکند، اما تاکید میکند که جزئیات این پیمان باید به مردم افغانستان اعلام شود. مردم ما باید در جریان باشند. چی پیمان است که امروز میگن امضا میشه، باز میگن مشکل است، باز فردا یک گپ دیگه است، این چی است؟ این چرا از چشم مردم پد دبا میشه؟ هرچند نگرانی های وجود دارد که افغانستان پس از بیرون شدن نیروهای خارجی با مشکلات جدی روبرو خواهد شد، با این حال رئیس جمهور کرزی بیرون شدن نیروهای خارجی را به خیر کشور میداند. رفتن اساکر خارجی از افغانستان پس با خانهاشان در 2014 به خیر افغانستان است. این در حال است که سال گذشته میلادی دست کم 10,000 سرباز آمریکایی افغانستان را ترک کردند و قرار است تا پایان سال روان میلادی 25,000 سرباز خارجی دیگر نیز افغانستان را ترک کنند. من جاوید جرأت گرداننده آماج امشب هستم. مهمانان من آقای جمال الدین بدر والی اسبق نورستان و آقای فضل رحمان اوریا عضو ائتلاف ملی هستند. مهمانان عزیز خوش آمدین. آقای بدر، یک سال انتظار فکر میکنین امریکایی ها بپذیرن برای این که پایگاه های نظامیشان مشخص شد و سرنوشتش، یک سال انتظار کشیدن را؟ بسم الله الرحمن الرحیم. بجوزه محترم اوریا صاحب سلام به همه بینندگان محترم. بهتر است که سر زیاد صحبت شود که به نفع امریکا هست یا نیست. وگر به نفع امریکا باشه باید بپذیره. و این سخنان رئیس جمهور مینیست یک رئیس جمهور امریکا مشخصا گفتند که ما به امضای پیمان راهبردی با افغانستان ضرورت داریم. جناب رئیس جمهور افغانستان هم کلن را مسترد نکده، گفتند که ما یک مرحله شب مینیست یک مرحله تجربوی بیشتر امضا میکنیم، شاید پیشنویشان باشه، اما یک سال بعد تجربه گزین اینا میگیرن یا میتوانن که جوانب سلبی یا جوانب ایجابی که داشته باشن، بعد از این امکان داره که کاملا اجرا شود. دولت افغانستان مینیست یک حکومت ضعیف که عمرش 11 سال اضافه نمیشه، مینیست یک دولتی که میان همسایه های خیلی قوی و تمام قرار دارد، مینیست یک دولتی که با مشکلات خیلی داخلی هم گوناگون هم دوچار هست. همچنین دولت باید یک گارانتی بین المللی داشته باشه. و مسئله دومی است که افغانستان یک متکای خارجی و بین المللی اگر داشته نباشه امکان داره همون مسائل قبلی که چند سال قبل و هموطنان ما بدبختانه شاهد بعض جنگ‌های خونین در کوچه ها بودن، امکان داره همون زمان باز عادت کنه.
برای مردم شاید یک شاید مژده نباشه، برای مردم یک خبر بدی باشه. به این حساب جناب رئیس جمهور می نیست یک مرجع مسئول، می نیست یک منبع قانونی که از دولت افغانستان صحبت می کنه. مجبور است که باید هر اقدامی که می کنه. حالا به نظر شما این پیمان کلیاتش چه خواهد بود؟ زمانی که بحث عملیات شبانه حل می شه و از طرف دیگه بحث سپردن مسئولیت زندان ها هم حل می شه میان افغانستان و امریکا، ببینیم پس چی چیز نیاز است که پیمان را یک سال دیگه هم دیدگاه ها مختلف است. ما نمی توانیم که مثلا چند نفر که در افغانستان در رسانه ها دسترس دارن، خصوصا در کابل، اینا نمایندگان کل ملت افغانستان باشه. افغانستان یک، شما شاید از ما که بهتر می فهمین، شاید 80% مردم افغانستان روستانشین هستن، فقط 20% شهرها زندگی میکنن. اما پس هم کسایی که در روستا میشینن و نمایندگی حضور فعال در مراکز دارن، یک مشکل هم هست. و دیگه جواز دادن از طرف ملت به جناب آقای کرزی به خاطر امضا کردن همچو پیمان ها، چی با ایالات متحده آمریکا چی با دیگر باشه، این به نظر ما وقتی که لوی جرگه مشوره لوی جرگه انوی تدویر شد، بعد از او یک جوازی کلی از مردم افغانستان گرفته شد. هم تو شرایط همین خمی شد، چون مردم با بعضی اظهار نظر، بعضی چیزا که نداشتن، بعضی ملاحظاتی که داشتن، بان هم مردم گفتن که ما با دولت خود اجازه میدیم که نظر به همین شرایطی که اینا درگیر هستن، باید با قدرت‌های جهان اینا امضا کنن، البته با حفظ استقلال افغانستان، بعض منافع افغانستان. و دیگه همین لازم نیست که کلی چیزا که مردم گفتن، چون که مردم خاص بعضی مسائل شاید خبر نباشن، باشه معلوم، البته امکان داره که بعضی موانع دیپلماتیک شاید باشه، بعضی مسائلی که شاید عایق برای جانب دیگه شاید باشه که جانب امریکا هست. و دیگه امضا کردن پیمان های استراتژیک که در افغانستان یا در دنیا چیز نو نیست، هم چیزا را از مدت ها قدیم بعض کشورها با بعض کشورهای دیگر داشتن و حال هم دارن. افغانستان هم دو با هند داره، با فرانسه، با اتحادیه اروپا، با انگلستان هم چه پیمان ها را امضا کرده. ولی یک به قول معروف میگه که مارگزیده از ریسمان میترسه. این پدیده شوم که بعد از مداخلات قشون سرخ در امور داخلی افغانستان و حضور فیزیکی شون در کوچه های کابل، در روستاهای افغانستان، این پدیده به یک پدیده شوم مبدل شده. از زمان روز است که مردم از ترس دارن، حراس در کار نیست. به نظر من شاید اگر حراس داشته هم باشیم ما، اما گزینش شاید نسبت کمتر شاید ضرر داشته باشه، همین گزینش ما داره. حالا باز هم سوالم رو میپرسم، کلی بودن این پیمان چه معنا کلیات را که دولت افغانستان امریکا بعد از اینکه شاید اگر جزئیات، اگر جناب رئیس دولت یا دیگه اداره مجاز هر وزارت خارجه کشور یا خود سخنگوی رئیس جمهور، مرکز رسانه های دولت، از طریق از اگر می راهبردی، اگر به تمام جزئیات شایع شه، باز می توانیم سر صحبت کنیم حالا چی جایی از کی سر از بحث است، چی جایی است. مثلا بعضی پیشنهادی که نماینده های مردم افغانستان در لوی جرگه عنانوی داشتن، اولین شرط می بود که باید عملیات شبانه باید توقف شود توسط افغان ها شود. و دیگه بعضی زندان هایی که خارج ها داخل افغانستان دارن، یعنی داخل یک دولت دو دولت نشان می ده، هم چیزا به نظر ما در حد اکثر مشکلات حل شده. حالا چیزی خیلی کم مانده باشه، امکان داره که بعض مسائل دیپلماتیک باشه، در الفاظ شاید اختلاف باشه، بعضی عبارات شاید اختلاف باشه، امکان داره بعضی شاید منافع ملی امریکا هم دیگه شاید زیر سوال بیه. امریکا چون که بیشتر شاید قبل از اینکه تجربه را با افغانستان کنه، همین تجربه را با عراق هم داشت و تجربه تلخ که او از عراق داره، نمیخواد که در افغانستان تکرار شه. بخاطر از اینکه امریکا وقتی که با عراق آمد، یک رژیمی که کاملا یک رژیم بود که در منطقه، یعنی یک رژیم بود که با قدرت بود، یک رژیم بود که با دشمنان قدیمی امریکا هم آشتی ناپذیر بود، همچون رژیم کاملا برچید از سرزمین عراق، کاملا حزب بحث تحلیل شد، بحث العربی الاشتراک تحلیل شد. بعد از آن تقریبا عراقی نظام، سران نظامش، کسایی که سر از حساب میشد تحت تعقیب هستن، یا کشته شدن یا در زندان هستن یا اعدام شدن. بعد از این یک نظامی آمد که فعلا همین نظام هم، ولی به جامعه دموکراسی کاملا در سراسر قضایای جهانی خلاف امریکا قرار داره. برای امریکا یک سوال است، ایشون برای آقای اوباما برای انتخابات آینده شاید این شعار خیلی مهم باشه که از طرف حزب جمهوری شعار داده میشه که چرا ما خون میتیم، چرا ما مثلا پیسه مصرف میکنیم، چرا ما بدنام میشیم در جهان. بعد از اون نتایج دلخواه نسبی هم به دست ما نمیآید. سپاس. در افغانستان هم چیز تکرار نشه. برمیگردیم.